اونا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری. سر زده خورشید در دریای من، در حریم صبح پر سودای من، جنگل گیرالیم پر نور شد، آذرین خاکم بدان مستور شد، از سنندج تا مهاباد آفتاب، چشمها سرشار از برق شهاب، تا به خرم شهر دل سر میزنم، خانه خورشید را در میزنم، میروم شیراز و سعدی میزبان، حافظم آزادیه هر دو جهان، ره به کرمان تا بلوچستان زنم، سر به کوی جمله یاران میزنم، میروم تا طوس دیدار حکیم، آن بزرگ جاودان پیر کریم، از خراسان رو به گیلان می روم، ساری و مازندران پیش ره. علیرضا نوری‌زاده، سه شنبه دهم نوامبر بیستم آبان ماه به شما سلام می کنم. عجب روزایی داریم. آقای ترامپ ظاهرا دست بردار نیست. نخه چه روزی باید دارم؟ یک اثری از این انگشتانم رو گلوی اهالی ولایت فقیه میذارم که اثر جاودانه باقی بمونه. دوباره یه عده دیگه تمام تحریما، شرکت‌هایی که با وزارت نفت ایران سر و کار داشتن، شخصیت‌های حقیقی و حقوقی، مؤسساتی در چین و در روسیه، اینا همه در فهرست تحریم‌های آمریکا هستن. مسئول پرونده ایران به اسرائیل رفت و مشغول گفتگوست با اسرائیل. قصدشون این است که چنان راه رو به روی جمهوری ولایت فقیه ببندن که این لبخندهایی که دارن میزنن به خاطر پیروزی بایدن تبدیل به گریه بشه. حکایتیست این داستان. از یه طرف وجهه عمومی آقای بایدن باعث شده آمریکایی‌ها یه مقدار امیدوار بشن، اروپا هم یه حالت امیدواری پیدا کرده که با آمریکا به تفاهم میرسه، طبیعتا جمهوری ولایت فقیه هم خوشحاله. اما در کنه قضیه که میدیم، دیروز براتون پخش کردم، آقای بایدن با ترامپ فرقی از نظر اصول و اون مبانی سیاستشون نسبت به ایران و به طور کلی سیاست خارجیشون ندارن. این روزم برای تو پخش کردم حرفایی که او در رابطه با اسرائیل گفت. آقا من عاشق صهیونیستم، مثلا عاشق اسرائیل، تکلیف روشن کرد. و در این حال قاسم سلیمانی رو به عنوان یک قاتل نکوهش کرد. یه بار دیگه حرفاشو راجع به حاج قاسم بشنو. Must be clear, Soleimani, General Soleimani was the architect of behind the slaughter of countless lives in the region. The deaths of U.S. troops are on his hands, and no American mourns his passing. He deserves to be brought to justice. He deserved to be brought to justice for his crime. آقا فکر کردید که این میره سر قبر قاسم سلیمانی گل میذاره؟ نه آقا، از این فکر نکنید. تروریست در همه ابعادش، چه نگاه حزب جمهوری‌خواه، چه نگاه حزب دموکرات، تروریسته. فرقی هم نمی کنه که
آقای ترامپ کشته باشتش یا آقای باراک حسین اوباما. بن لادن رو کی کش؟ باراک حسین. بغدادی رو کی کش؟ ترامپ. قاسم سلیمانی رو کی کش؟ آقای ترامپ. آقای عماد مغنیه رو کی کش؟ اون البته من شک دارم، فکر میکنم سوریا کشتنش، چون اگر رو دست دادگاه بین‌المللی میافتاد پدر سوریه در میافتاد. در افق و در شرایط سیاسی منطقه احساس میشه که یه جوری میخوان این بشار اسد رو آب توبه سرش بریزن، مثل اون قدیم لاتا میرفتن توی قلعه یه بانوی رو که خوششون میمد آب توبه سرش میختن میبردن شابدرزیم، یه قسم آیه هم میخواد بودن میشوندنش، حالا متعه میکردن نمیکردن نمیدونم. این آب توبه رو میخواد اینا سر بشار بریزن. تو نمایشگاه بین‌المللی دمشق که اومده بود، یه وقتی چه نمایشگاه بود باری اومده بود اونجا سخنرانی میکرد، خانمش اسما هم پلوش بود و اسما سرطان گرفت و از این بیماری نجات پیدا کرد. زن بسیار فهمیده و روشنیه و چطور تحمل مردی رو داره که این همه جنایت میکنه، این واقعا چیز عجیب غریبی است. بله، امروز تولد نیما لعبت والا و محمد اوشاله. اولا لعبت یه چیزی بشنوید. لعبت عزیز. شجاعت رستم و سنگ قلب زاهدان ریاوی را بگذار پار سنگ نخستین با سهر بوسم پیشانی بلند دخترکم را نشان کند تا گیج و گنگ شود، آنسان که سنگ این همه ناپاکان را بر سر و رویش تک قطره های برف و باران گنگ. از بین جمع منتظران این تشنگان خون که انتظار تماشای سنگسار چون اوج لحظه های هماغوشی در چشمهایشان برق جنون و لذت شهوت دمیده بود، بایست تا به نخستین صف داخل شد. از خیلی سنگدلان بگذشتن ما آسان نمی‌نمود. نیروی سیلسان دست های پینه بسته و لرزانش را گشایش داشت. با ضربه های خشم و کین زن و مرد چون قایقی به روی موج خروشان یا میخوردهی کش و مش میشد. لعبت نازنین چندیست تنش به ناز طبیبان نیازمند افتاد. چقدر هم بیارم میخواد ببینمش. نازنین بانویی که ما همه از دیرگاه به شعراش علاقه داشتیم، سیمین بانو که اومد بود اینجا، اینا دوستان خیلی قدیمی بودن و آنی از هم جدا نمی شدن. تو اون مراسم هم که در دانشگاه لندن گرفتن برای سیمین بانو او حضور داشت. عجب یه تصویر نگاه کنیم، تصویر آخ آخ عجیبی. دکتر مصباح‌زاده رو بودم اینجا میده، فروغ فرخزاد و برای رعبت والا. نوبت بالا حقیقتاً زیبا بود و هنوزم هست. شازده بانوی مطبوعات، خواهر مهندس والا که مدیر و سردبیر مجله تهران‌مصور و همه جا در دوران نوجوانی ما حضور داره با شعرهاش، با زیباییش، با متانت و خانومی و شخصیتش. آرزو میکنم واقعاً هر چه زودتر او رو سرپا ببینیم و در تلویزیون ایران فردا میزبانش بشه. نازنین دیگری که تولدش هست، که خب خیلی هم من دوستش دارم، از رفقای قدیم من بود، محمد اوشال. محمد اوشال از هنرمندان برجسته بود، ارکستر دانشگاه رو داشت، یه آدم تحصیل کرده بود، تو کار خودش بسیار مهارت داشت. لندن که اومد بعد از انقلاب این محیط بهش نچسبید. اوشال بسته به اون خاک بود، نمیتونه. هرچی میگفتم محمد کاری بکن، گفت عزیزم نمیتونم، اینجا مال من نیست. و
همسر نازنینش و فرزندانش چطور با عشق روی تخم چشمشون محمد رو پذیرایی کردن تا روزی که خاموش شد و ما رو ترک کرد. محمد با جناق شهبال شبپرم هست، گلی بالو همسر او، خواهر همسر محمد هم هست. و سرانجام یکی از آهنگای محمد رو میشنویم، نلی خونده خیلی زیبا، از اون آهنگایی که یاد نوجوانی ما رو به خاطر اون میاره. و تولد نیما یوشیج، نیمای عزیز. آی آدم هایی که در ساحل نشسته شاد و خندانید، یک نفر در آب دارد میکنه جان، یک نفر در آب دارد میکنه جان بر. اینم یوشه که نیما اونجا بود. شراگیم پسرش، چه پسر نازنین، از طریق فیسبوک با هم تماس داریم و اونم به امریکا رفت و نیما آقای اسفندیاری در روستای یوش، این اسمم خودش درست کرد، امین رو کرد نیما و یک اسمی که امروز در ایران هزاران هزار از جمله فرزند خود من نیماست. همه ما یه نیما داریم، اصغر واقعی هم داره، دوستان دیگه هم دارن. نیما به هر حال تو خانواده های ما جا افتاد. این جاودانگی آدم ها رو نشون میده که این همه اسم میاد بعد یه دفعه نیما اینجوری گسترد. به هر حال روانش شاد، نامش که همیشه پایدار خواهد. خب برگردیم به سر بحث و گفته های روزی که دکتر کاوه موسوی و ایرج مصداق با زحمت، با تلاش، با پرونده درست کردن، حمید نوری یکی از جنایتکاران رژیم رو به دام انداختن و در سوئد تحویل دستگاه قضایی دادن، هیچ کس فکر میکرد یک سال طرف تو زندان باشه. یک سال گذشت، الان تو زندانه و اینطور که دکتر کاوه موسوی میگه احتمال اینکه 21 سال حبس بگیره هست به خاطر ارتکاب جرم علیه بشریت. آخه اینا فکر میکنه اون قاضی صلواتی، فکر میکنه اون گوش اون بالا که نشسته هر غلطی دلش بخواد میتونه بکنه. نه، حالا اگه رفیقش به مصیبت کرونا دچار میشه، آقای دهنوی رو کرونا به زیر خاک میفرسته، برای اونم به اصطلاح زمانه رو قلم و دفتری و دیوانی است و آقای قاضی نمیتونه اون بالا بشینه حکم اعدام صادر کنه. اینجور بچه اصلا داشت حکم اعدام زر رو صادر میکرد، زم رو، محمد جهلای زم رو داشت صادر میکرد، من پیش خودم میگفتم آقا مرغ اینجوری سر نمیبردن، چقدر با وجدان آسوده داره حکم اعدام میده. به خاطر اینکه این فکر میکنه با حکم اعدامی که میده پیش مقام معظم جایگاهش میره بالا، پول بیشتری بهش میدن که به همسرش بده بره لافایت خریداشو بکنه. باور کنید همسر ایشون اولا بی‌حجاب، تو فرانسه هم که میاد بی‌حجاب، و من معتقد بودم که آزاد آدم هر لباسی بخواد بپوشه. از این نظر ایراد نمیگیرم، از این نظر ایراد میگیرم که اینا اگر یه یهودی ایرانی برادری داشته باشه که برادرش مسلمان شده باشه، پدر اینا اگر فوت کنه، ثروت پدر رو به اون پسر یهودی نمیدن، به فتوای آقای خامنه‌ای میدن به اون پسری که مسلمان شد. اما آقای قاضی صلواتی همسر یهودی داره، چه اشکالی هم داره، ارث پدرش هم به این خانم داره. توجه میفهمید؟ از این نظر، ولی دین آدم مال خودش، هر کسی هر دینی داشته باشه، به من چه ربطی داره کسی بهایی، مسیحی، زرتشتی، بودایی، بیدینه، من چه ربطی داره، من چه کارم؟ به هر حال گفتم که این آقای نوری فعلا باید اونجا آبخونک کنه. البته آبخونک زندان سوئد و دانمارک و اسکاندیناوی با آبخونک زندان اوین و قرچک و این زندان ها خیلی با هم فرق. بزرگ ارز کنم که تأثیر انتخابات آمریکا بر ایران، بر دلار، این اتفاقایی که داریم میبینیم حالا ادامه. تو این 40 روزی که باقی مونده
در واقع ما شاهد نوسانات و دیگرگونی‌های زیادی خواهیم. یکی از مسائلی که الان خیلی خیلی همه دست و عصا راجبش حرف میزنن سیاستی است که اسرائیل دنبال خواهد. اسرائیل ها چی در کله دارن؟ اسرائیل ها میخوان چی کار کنن؟ برنامه شون چیه؟ اینو باید دقت کرد. به نظر من اسرائیل میتونه تمام بازی ها رو به هم بریزه. همه بازی. یک دگرگونی ایجاد بکنه تو منطقه که هیچ کس خوابش هم نه. حضورت رو عرض بکنم اینجا اشاره شده که یک سری تحریم های جدید رو تدارک میبینن. آقای الیوت آبرامز که رفته به اسرائیل یک صورت هم با خودش برده، اسرائیلی هم به صورت جلوی او گذاشتن و اینا تدارک و برنامه ریزی داره. حالا تحریم ها کجا میرن؟ میرن روی نفت، برای اینکه آخرین راهی که برای نفس کشیدن و نان خوردن برای جمهوری ولایت فقیه مونده اون راه رو هم ببند. هیچ راهی براشون باز نمیگذاره و این خب بسیار برای مردم ما هم یه مقدار سخته، ولی خب به هر حال جمهوری ولایت فقیه مردم رو وارد عرصه نبردی کرده که خودش که عرضه رویارویی در این نبرد رو نداره، مصیبتش رو مردم ما میکشن. ولی جالبه، مردم برای من می نویسن آقای نوری‌زاده ما حاضریم حتی مصیبت رو تحمل کنیم اما ریخت این رژیم رو دیگه نبینیم. ما بیزاریم از این ریخت، از ریخت رژیم بیزاریم. دلمون نمیخواد بر کشورمون اینها حکومت کنه. علاقه مندیم ما هم مثل کشور دیگه. این ماجراهایی که در امارات داره اتفاق میفته مردم ما رو به شدت متاثر کرده که چرا باید اماراتی که تا دیروز چیزی نبود، یه 4 تا ساختمون و بعدم 4 تا آسمان خراش ساختن، امروز ازدواج سفید اونجا قانونی بشه، قتل غیرتی ممنوع بشه. مردم هم اختیار داشته باشن اگه دلش میخواد اسی بری آبجو بخوره بتونه بره بخوره. کشور مسلمون هم. یه دوست من میگه آقا دارن تندروی میکنن بلای شاه سرشون میاد. گفتم نه، اینا ارزیابیاشو کردن. اولا ملتشون ملت ما نیستن، ملتی که نصفشون مهاجرن، یک سومشون هم باز غیر بومی هن که جدابادشون مال کشور عربی دیگه بودن. اینا اهل انقلاب نیستن، از زندگیشون هم خیلی راضی هن، راحت نشستن زندگی میکنن، به خاطر یه لیوان آبجو که نمیرن انقلاب بکنن. مثل ماها نیستن، شب تا صبح تو کافه یارو میخورد و پول میذاشت برای رقاصه، فردا صبح میمد میرفت دست را میفتاد مرگ بر میکشید. این لاتولوتایی که اومدن توی کمیته ها اینا کی بودن؟ شافه میگوی اینا همه نماز شب میخوندن، این آقای رفیق دوست مثلا پیشونیش از مهر سیاه شده، اینو اخویشون وقتی میرفتن اسرائیل میوه بخرن بیارن حال میکردن اونجا. حال میکردن. یه سال که رفتن از بیروت از لبنان موز و سیب آوردن. شرح احوالاتشون اونجا هست، محفوظه. اما انقلابی هم شد، انقلابی هم شد، مثل طیب حاجی رضایی که سال 42 آدمی که در کودتای 28 مرداد نقش داشت علیه مصدق و یارانش یه دفعه از این ورکی شد طرفدار خمینی. بعدم آقای خمینی لقب شهید به او و برادرش داده، حاج اسماعیل. اینا شدن شهیدان راه اسلام. چه بگویم بهتون، چه بگویم از این درویی و تزویر آدم به جان آمد. حضورت عرض کنم که بگفتم تأثیر انتخابات آمریکا بر قیمت دلار، نبود مدیریت صحیح که اقتصاد ایران رو در این مرحله هدایت بکنه، اینا همه مسائلی است که جامعه ما امروز سخت دل مشغولشه. اتفاقا با دکتر فرابک صحبت کردم، قرار شد که یه برنامه ویژه‌ای با هم داشته باشیم که در این زمینه‌ها صحبت کنیم. حالا این کلیپ رو با هم می‌بینیم. اول درباره تأثیر انتخابات آمریکا بر قیمت دلار و نبود مدیریت صحیح در اداره اقتصاد کشور.
قیمت دلار تا کجا پایین میاد؟ آیا به تعادل میرسه؟ قطعاً نه کارشناسا و نه سیاسیون جوابی برای سوال اول ندارن، چون پاسخش نیاز به اطلاعاتی از تقاضای بازار، آمار واردات و پشتوانه ارزی دولت داره که در کشور ما برخلاف سایر کشورها این اطلاعات اصلا برآورد نمیشه. حتی بر فرض محال که بایدن بتونه و بخواد که تمام تحریم‌ها رو برداره، باز هم ایران پس از اون اگر بخواد عادی اداره بشه، سالانه تا 90 میلیارد دلار منابع ارزی نیاز داره که معلوم نیست از کجا و چطوری تأمین میشه. حتی اگر دلار به 10,000 تومان هم برسه و قدرت خرید مردم افزایش هم پیدا کنه، وقتی اقتصاد کشور در انزوای مرکب مقاومتی اداره میشه، نمیشه امیدوار بود قدرت خرید ثابت بمونه. به همین دلیل در این 4 دهه اونا که دلار تو بالش نگه میداشتن، حتی با شوک‌های بایدنی هم ضرر نکردن، حداقل تا زمانی که برنامه‌های کلان سیاسی اقتصادی ما رو آیت الله تو این گیرودار، تو این مرگ‌های بر اثر کرونا، ناگهان خبردار شدیم که آقای صاحب عرقات، رئیس کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین و گفتگو کننده اول با اسرائیلی‌ها، دچار کرونا شد. صاحب عرقات قبلا یک بیماری ریه پیدا کرده بود که باعث عمل ریه شد، بخشی از ریه عوض شد یه قسمتش و مدت ها در بیمارستان بود، وزنش خیلی کم شد. در حال بعد از کرونا اسرائیلی ها مردانگی کردن و او رو منتقل کردن به یک بیمارستان مهم در حدثا و او در اونجا تحت معالجه قرار گرفت، اما متاسفانه امروز خاموش شد. 63-64 سال بیشتر نداشت. دوست منم بود، خیلی هر دفعه میرفتم و یا جایی بودیم با هم میشستیم، مدت‌ها گپ و گفت داشتیم. به شدت از آخوندها بدش میاد، به شدت بیزار. همین گفت آقا ما قبل از انقلاب ایران جوان بودیم، ایرانیایی رو که میدیدیم با ما گفتگو میکردن همه روشن فکر، همه اینا کیان، از کجا اومدن، اینا از کجا این جونور رو پیداشون کردن. خودم متاسفانه بودن در پس پنهان جامعه میلولیدن این کرم با یه کاسه آبگوشت و یه نون تافتون، حالا اومدن کشور گل و بلبل در اختیارشون، تخت و طاووس زیر پاشون، جواهرات سلطنتی در دستشون و جهان منافق هم همراهشون. واقعا جهان منافق، بلایی که این جهان منافق بر سر ملت ایران آورد بی نظیره در تاریخ. همین بلا رو بر سر مصر و تونس هم میخواستن بیارن، حتی بر سر عراق، و مردم هوشمندی بودن. هر عراقی علاقه کاظمی تو همین 5-6 ماه با تمام دشمنی های جمهوری ولایت فقیه، با تمام توطئه ها، با تمام بازی های در پشت پرده جمهوری اسلامی و داعش، همین چند روز پیش دوباره داعش اومد پریروز در موسیل، یه عده مردم بیگناه رو به قتل رسون. از کجا می داعش مرده؟ از کجا؟ از زیر خاک چجوری میشنشون بیرون؟ جمهوری ولایت فقیه. یه رژه رفتن عوامل جمهوری ولایت فقیه نزدیک موسی. این حیوانات از کجا آمده بودن ناگهان پیداشون شد؟ اول شماست. مقام معظم رهبری میگه ملت ایران نان خشک بخورش فول و کباب اینا برقرار بشه. اراده و میل ایشون بر این استوار. نوکرانشون در لبنان و در عراق و در یمن باید چلو خورش بخورن، اما ملتشون در ایران گرسنه باشن. این برداشت ایشون. حالا ایشون با امام زمان ارتباط دارن، با آسمان، لابد تعبیر و تفسیری میکنن. یه نفر از دوستان از من میپرسید آقا چجوریه که یکی از این تلویزیونهایی که خیلی هم سر و صدا میکنه، پول هم داره و امکانات داره و خیلی هم بزنه به کوبه، یک کلمه راجع به مقام معظم رهبری صحبت نمیکنه؟ گفتم که خب بالاخره هر چیزی حساب و کتابی داره. مقام معظم رهبری یک جا داره، رژیم جمهوری ولایت فقیه یه جایی دیگه. شما میتونید جد آباد رژیم ولایت فقیه رو بگید، به ساحت مقام مقدس نزدیک نشید. وقت میشید مثل این تلویزیون راحت تمام مناهی رو در واقع مرتکب میشه، اما چون به اون هیته نزدیک نمیشه، بنابراین نه خطری تهدیدش میکنه، نه مشکلی داره، نه بساطی براش برپاست. به هر رو خیلی جالب بود.
هادی خورسندی اشاره کرده بود به داستان ابوالقاسم مصباحی، نازنین مردی که در میکونس اومد و برنامه رو که برای قتل هادی بود اعلام کرد، بهش گفت، به پلیس لندنم گفت مرد نازنین است، من مصباحی رو بهش احترام میذارم. و از این آقای قواسمه صحبت کرده بود که رئیس مرکز زهرا در پاریس بود و یکی از تروریست هایی داشت. خب چرا باید دولت فرانسه یک تروریست اونجا راه بده؟ چرا آقای وحید گرجی سالها باید در فرانسه باشه کارهای تروریستیش هم انجام بده؟ چرا آقای هندیزاده، برادرزاده آقای خمینی، که فرانسه میدونه در ارتباط با کارهای تروریستی است و وقتی دوباره بعد از کشتن زندیاد دکتر بختیار میاد به فرانسه میگیرنش 10 سال میزنه زندان؟ این منافق بودن در ذات اروپایی ها رفته. به قول یه نفر میگو آقا برای آمریکا که معاملاتی که میکنه بالای 4000 میلیارد با یه جاست و 40000 میلیارد با جای دیگه و 400000 میلیارد با جای دیگه، همش صحبت از تریلیون و کاتریلیون هست، 20 بیلیون دلار معامله با ایران اصلا معنی نداره، ولی برای اروپایی داره. ایتالیا میتونه با 2 تا قرارداد زنده بشه، اتریش و یونان و اینا که اصلا احیا میشن، حالا فرانسه و آلمان و انگلیس هم جای خود دارن. بنابراین فکر نکنید که اروپایی ها اعتبار و محلی برای حقوق بشر، برای مبارزات مردم ایران قائل. آقای ترامپ هم که اومد چون خارج از بازی عربده میزد نپسندیدنش، چون اینا میگفتن آقا بعد با 2-4 تا رفت جلو، ما برجام داریم، بعد اون گفت نه آقا برجام داری، اینا یواشکی دارن موشک میسازن و بم میسازن، ما باید یک نظمی برقرار کنیم که بتونیم جلو اینا رو بگیریم. اروپایی ها میگفتن نه دیگه، اینا بچه های خوبی شدن، گزارش آژانس رو نگاه بکنیم میگه اینا بچه های بسیار خوبی شدن، دست و روشون رو سر موقع میشورن، زیر ناخوناشون چک نیست، خواب رهنه نمیدن تو خیابون، با دستم غذا نمیخوان. بله آقا با دست غذا نمیخوان، ولی سر مردم ایران رو دارن میبرن، اون دیگه به ما مربوط نیست، بالاخره سیاست داخلیشونه، بالاخره اسلام عزیز یک قوانین قصاص مبارکه داره، اینا باید بهش عمل بکنه، حکومت اسلامی است آقا. و متاسفانه در تمام این سالها این نفاق اروپایی پدر ما رو در آورد، نفاق اروپایی. زندیا دکتر بختیار رو با اون وضع فجیع میان میکشن، دکتر برومند و قبلشون جو، قاسملو و یارانشون جو، پاک عبدالله قادری و بعد در میکنوس برلن اون فاجعه عظیم رخ میده که من هر وقت با دستمالچی صحبت میکنم که از این حادثه جان سالم به در برد، او وقتی حرف میزنه انقباض صورتش که میزن وقتی میگه من افتادم رو زمین و فکر کردم گلوله خوردم مردم، آدم میتونه وقت حس بکنه که با چه جنایتکارانی رو بروست. و متاسفانه اینها در دولت‌های مرتکب این جنایات میشن که انگار برای این دولت‌ها اهمیتی نداره. خب شرفکندی رو کشتن، ابن برای اونا اب نداره، اما چنین بزرگی رو از ساحت جنبش کرد بیرون بردن یک فاجعه است، همونطور که قاسم رو یک فاجعه بود، بختیار یک فاجعه بود رفتنش. ببینید غیاب بختیار چقدر لطمه زد به اپوزیسیون، چقدر به جنبش مبارزه علیه رژیم لطمه وارد کرد، در حالی که حضور بختیار یک حضور پربرکت بود. و ما متاسفانه چه بگویم. حالا یک گزارش هم دارم از ایرنا، خبرگزاری ایرنا، در مورد پیروزی بایدن، این هم دقت کنی بهش تا بعد خدمت تو عرض کنی. به
در حالی که نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دست کم تا اینجا نشان می‌دهد ترامپ رفتنی شده، حالا این سوال در رسانه‌های داخلی قوت گرفته که با پیروزی بایدن چه تغییری در سیاست ایران رو خواهد داد. این موضوعی بود که هفته گذشته رهبر معظم انقلاب درباره آن گفتند: در مورد آمریکا سیاست ما یه سیاست حساب شده و مشخصی است و این سیاست با رفت و آمد اشخاص تغییر پیدا نمی‌کنه. حالا امروز انتخابات آمریکاست. بعضیا همینطور راجع به این که کی بیاد کی نیاد، اگه این بیاد چه میشه، اگه اون بیاد چه میشه. خب بله، ممکنه حوادثی اتفاق بیفته، به ما ارتباطی نخواهد داشت، یعنی در سیاست ما هیچ تأثیری نمیذاره. موازی که رئیس جمهور هم چهارشنبه گذشته بر آن تاکید کرد: برای ما مهم نیست که در آمریکا چه میگذره و چه کسی انتخاب میشه. برای ما فرد مهم نیست، برای ما حزب مهم نیست. برای ما شیوهی که در دولت بعد اتخاذ میشه اهمیت داره. اما شیوهی که ایران انتظار دارد دولت آینده آمریکا در پیش بگیرد چیست؟ اونی که ما میخواییم اینه که آمریکا برگرده به قانون. این برای ما مهمه. رئیس جمهور با صراحت تاکید کرد تا روش دولت آمریکا در قبال ایران تغییر نکند، ایران هم قرار نیست از مواضع فعلی خودش عقب بنشیند. ملت ما مقاومت و صبوری خودش رو ادامه میده تا طرف مقابل در برابر قانون و مقررات سر فرود بیاره. علی ربیعی سخنگوی دولت هم در یادداشتی در روزنامه ایران تاکید کرد: نیست خودشون خیلی به قوانین و مقررات عمل میکنن، پایبندن. بنابراین میگه اون وقت شما یه وقت دو تا حریف قدر روبرو هم نشستن، روسیه با امریکا، برگه هاشون رو میزنن رو میز، تهدید میکنن، میگه ولی شما که همه چی رو باختید، شما که به زانو در اومدید دلار 30 تومن، شما چی دارید میگید؟ دومتون روی کولتون میذارید فردا را میفته. آقای تخت روانچی پیام میبره، میاد آقای عباس عراقچی میبره، آقای حسینی میره، آقای حسنی میاد. خواهید درنگ کوتاهی میکنیم با نیلی عزیز، آهنگی از محمد اوشال نازنینم، یادش همیشه جاودانه. با درود دوباره، شعرشم از عباس صفاری بود، یادش بخیر. یه وقت یادم هست توی برنامه فیلمم ایتالیا ایتالیا بود، آقای قاطبه نازنین رفیق همیشه ما، نوزر آزادی، نوزر جان سلام، یه عکسی، یه تصویر یا یه صحنه‌ای بود که ماشاءالله قصاب معروف در سریال دایی جان ناپل اون، اون استوار قد بلند بود، او در کنار ندی ریز نقش و باریکندام ایستاده بود و خیلی این فیل و فنجان رو در اونجا میشد تداعی کرد. عجب روزایی داشت، آدم باورش نمی‌شد. فیلم نام خواب و خیال بود، یه شب خوابیدیم صبح بلند شدیم. فقط به قول هادی این نبود که جمعه هامون ناگهان یک شنبه شد، نه، همه چی مرخص شد، زندگی موزیر رو شد. فکر کنید در کرسی وزارت آموزش پرورش میزا علی اصغرخان حکمت میشست، پرویز ناطل خانلری میشست، خانم دکتر فرخرو پارسا، محمد درخشش، اینا در این مقام میشستن. بعد حالا یک جلومبالی رو از کجا معلوم سووردن به نام حاج میرزایی. حاج میرزایی میگه آقای معلم، تو وقتی این قرارداد امضا کردی به استخدام در اومدی، حق اعتراض نداری. اگه ما بهت حقوق ندیم، جرأت نداری حرف بزنی، تو امضا کردی. اصلا شما فکر کنید اینا اصول و مبانی اولیه یک عقد بین دو طرف رو زیر پا میگذارن. آقا خیلی معلومه این مسئله تعدیل عقد، تغییر عقد، شرایط که تغییر بکنه، تو خود همین دینتون هم هست. شما چطوری اون وقت قبول ندارید؟ گوش بدیم حرفای این تحفه جدید رو آقای حاج میرزایی.
وزیر آموزش معنای حقوقی که میگیریم اینه که ما این خدمت رو کامل ارائه میکنیم. هر کسی قبول نداره نباید پایون قرارداد رو امضا کنه. هر کسی امضا کرد یعنی به هیچ عامل دیگری ربط نداره، به هیچ عامل دیگری ربط نداره. فلانی خوب رفتار کرد، فلانی بد رفتار کرد، حقوق ما رو دیر دادن، حقوق ما رو زود دادن، کم دادن، زیاد دادن، به فلانی زیاد دادن، با فلان دستگاه اینجوری، هیچ معیار نیست. چون پذیرفتیم میتونیم نپذیریم، کسی ما رو مجبور نکرده. اگه نمیتونیم زیر بار این مسئولیت قد علم کنیم، بکشیم کنار. طریق عشق طریقی عجب خطرناک است. نعوذ بالله اگر ره به مقصدی نبریم. وارد بازی بزرگی شدیم، خواسته و ناخواسته آقای زیر برگه مهمی رو امضا کردیم. آقای حاج میرزایی، طریق عشق با طریق مزدوری فرق میکنه. در مقام وزارت نشستی ماشین ضد گلوله و حقوق 50 میلیون تومانی و مزایا و غیره و غیره، وقتی هم که از وزارتت میری تازه گنداد میریزه بیرون. وقت بگه معلمی که با 2 میلیون تومن 1 میلیون 500 هزار تومن استخدام شده، میگه تو حق اعتراض نداری، اگه میخواستی امضا نمیکردی. چیکار میکرد؟ گشتگی میخورد، رفته لیسانس رو گرفته، فوق لیسانس رو گرفته، اومده معلم شده، این شغل شریف رو انتخاب کرده. تو هواشو داری؟ نداری. تو مراقب مصلحتش نیستی، بیمهشو بهش درست میدی، میپردازی، میدی، نمیکنی. و با کمال وقاحت هم میاد میگه بله، حق اعتراض نداری. به محض اینکه قرار داد بسین حقوق رو گرفتی، شما دیگه نوکر مایی، نوکر حکومت جمهوری جهل و جور و فسادی. این برداشت یک دولتمرد بزرگ جمهوری ولایت فقیه. واقعا تأسف میخورم، یعنی واقعا وقتی فکر میکنم که ما در شرایطی تو کشورمون قرار گرفتیم که یه همچه آدمایی به عنوان وزرا و مسئولان کشور مسئولیت ها رو بخته. بسیار تأسف میخورم که میبینم کشورمون به چه روزی افتاده و تحت چه شرایطی قرار گرفت. بعد حضورتون عرض کنم که چند نکته رو سریع بهش بپردازم. یک نکته این است که در منطقه اتفاقای مهمی داریم. اولا اینکه آذربایجان قلعه شوشی رو گرفت خیلی جالب بود. این داستان حمله آقا محمد خان بود که پای قلعه شوشی هم جان باخت، رو به قتل رسوندن. ظاهرا میگن سر یک نصف خربوزه که گذاشته بود تو سپاهیان خوردن و بعد فرمان داد دیدن فردا گردنشون زده میشه. اما داستان بالاتر از اون بود، جاسوسان و از اون بر پولی برسه از جانب روسیه و میگم خیلی اتفاقا میتونه بیاد. آذربایجان در تمام عملیات نظامی علیه ارمنستان در گذشته شکست خورد. این بار رجب طیب اومد نه برای مصالح آذربایجان، برای تمکاری خودش، برای اینکه مسئله نفت و گازش رو تامین بکنه، اومد مزدور استخدام کرد، فرستاد به آذربایجان، فرستاد به ناگورنی قره‌باغ و اینا موفق شدن بخشایی رو از دست ارمنیا بیرون بیارن. بعدم یه پیمان صلح بسته شد که روس‌ها پایه‌گذارش بودن، چون کاری که عباس عراقچی کرد به نتیجه نرسید. باکو رفت، یروان رفت، مسکو رفت، کسی محلی به اون نزد. در حتی ترکیه رفت. ولی روس‌ها گوش هر دو رو گرفتن، نشوندن و گفتن باید پیمان آتش‌بس رو قراردادش رو امضا کنیم. امضا هم کرد. خب قرارداد آتش‌بس اگر پیامدی نداشته باشه یک چیز ناموفق میشه، یه چیزی میشه که یه مدتی هست بعد دوباره از بین خواهد. اینه که الان روسا در فکر اینن که پیامدهای این آتش‌بس روی زمین چی میتونه باشه و بعد بتونن مرحله بعدیش رو به نتیجه برسونه. این البته خیلی مسئله مهمی است. جنگ آذربایجان میتونه تمام منطقه قفقاز رو به آشوب بکشونه. در حال اگر آذربایجانی‌ها بخوان شکست سختی بر ارمنستان وارد کنن، گرجی‌ها
نمیشینن دست رو دست میگذارن، خود روس ها هم دست رو دست نخواهند. و این اینا از جمله نکاتیست که باید در این درگیری دقت کرد، بهش توجه. یک تصویری دیدم خیلی برام جالب. این آقای حسام الدین آشنا، بارها براتون گفتم، داماد قربان علی ماسپند نجف آبادیست. پدرزنش وقتی شد وزیر اطلاعات جمهوری ملت فقیه، این آقا رو برد تو اونجا کرد رئیس دفتر خودش و معاون. قتل‌های زنجیری هم در این زمان اتفاق افتاد و آقای قربان علی دوری نجف آبادی مطابق اظهاراتی که آقای موسوی نژاد کرده، نفر دوم پرونده قتل‌های زنجیری و مدیر کل وزارت اطلاعات که قبلا مدیر کل امنیت و اطلاعات فارس بود و اونجا درگیر شد با حائری و به هر حال به تهران، مطابق گفته های اون قربان علی دوری نجف آبادی کنار زمین فوتبال وزارت اطلاعات آمد، از بنزش پیاده شد و خطاب به اونا گفت چرا کلک اینا رو نمی کنی؟ و منظورش فروهر بود و همینطور بچه هایی که بعدن کشته شدن. در جریان کشتن فروهرها، چون پروانم در خونه بوده و سر و صدا می شده، مریض بوده در طبقه بالا، شروع میکنه که بیاد پایین، میرن ورش میدن، میارن به صندلی میبندنش و جلوی چشم زن و شوهر با طریق وحشیانه شکنجه آور، یه چاقو به این بزنن، یه چاقو به اون، پاره ای از تن اینو بشکافن، پاره ای از تن اون. ببینید اینا به چه درجه از شعامت و جنایت رسیدن. توصیف قتل فروهرها بدن رو میلرزونه، به خصوص اگر شما شرح قتل بختیار رو هم داشته باشید، شرح قتل فریدون فرخزاد هم داشته باشید، که اکبر خوشگوش وقتی وارد خونه اون میشه به اتفاق حاجی وردستش، به فرخزاد میگن که این سگتون ما نماز میخونیم، وضو میگیریم، کمرتون بزنه اون نماز، این سگتون اینجور بکن اینجا نیاد، چون میدونستن سگه با وفاست، سگه مثل اهالی ولد فقیه نیست، انسانه به معنای واقعی کلمه. فرخزاد میکنتش تو همون. در تمام مدتی که اینا فرخزاد رو با چاقو میزدن، این سگ ناله میکرده و خودشو به در دیوار میزد و فردا صبح جنازهشون افتاده بود. آقای اکبر خوشگوش افتخار میکرد که 30 ضربه به فرخزاد زد و نمونه های متعدد دیگری. مختاری رو مگه چجوری کشتن؟ پوینده رو چجوری کشتن؟ شریف رو چجوری کشتن؟ پیروز دوانی رو چجوری کشتن؟ حاجی زاده شاعر با بچه شد که حیات خونش تا به سون سر بریدن. اینا همه پیروان خالص مکتب ولایت فقیه هست، ذوب شده در ولایت جهل و جور و حساب، و اینه که نتیجهشون رو میبینیم، یه همچی جانورای از این بیرون. خوب دقت کنید، شما انتظار تغییر اسلوب، سلوک، اخلاقمند شدن هیچ کدوم از اینا نداشته باشید. اینها به هیچ وجه دگرگون نمیشن، متحول نمیشن، این سیره و روشی شده، تربیت چنین شدن. فکر کنید اینا فرق میکنه. حالا این آقای حسام الدین آشنا یه توییتی کرده درباره بایدن و اینکه جمهوری ولایت فقیه و پدرزن قاطبه اهالی، خلاصه ما اهلش نمی نگاش کنید، بندگی رو نگاه کنید. میگه که بله، ما در با همت ملی و غیرت اسلامی در برابر آمریکای ترامپ ایستادیم و سر خم نکردیم. اگر بایدن هم بیاید به اون میگوییم آزموده را آزموده خطاست. به پوتین چی میگی؟ آقا مشاله مشاله این دوران 8 ساله مشاور عالی هم ساخته، شکم خوب اومده جلو و سرم تا کجا خم کرده جلو آقای پوتین. چون خوب بنگری
همه تزویر میکنه. اینم یکیشون. خیلی هم ادعای عرفان و دانش و فهم و فرهنگ و غیره و همش دروغ و همش تزویر. یه خبر تلخی دیدم که خیلی متاسفم کرد که محمود یاوری و امیر یاوری هر دو از بزرگان ورزش ما در محمود 44 سال مربیگری داشت، تیم شاهین بود اون وقتی که عاشقانه ما فوتبال رو نگاه میکردیم، بعد سپاهان خودش درست کرد و عجیب تفلک دچار بیماری شد در گذشت. امیرم که توی مسابقات بوکس بود در امجدیه با شهر 12 تیم سال 1397 در بزرگداشتش خلاصه برگزار شد مسابقات. روان هر دو شاد و نام هر دو پاینده باد. اینا ستارگان ورزش ما هستن. ورزشی که اینا میکردن در زمانی بود که فوتبالیست در 50 میلیون و 100 میلیون حقوق ماهانه و هفتگی نداد. یادم هست موحد بزرگ قهرمان المپیک و مسابقات جهانی کشتی و غیره در یکی از مسابقات گفته بود شما به ما وعده دادین یه خونه به ما بدی. اینو برداشتن چی کار کردن دار و دیوار و بالا و پایین رو که آقا باج میخواد کجا باج؟ حقش بود از زندگی و جوانی و پوست و گوشت و روحش میزد، 10 تا کشتی میگرفت، کشتی های سنگین، قهرمان میشد. تو به این قهرمان نباید یه خونه میدادی؟ باز به قول سیفور بعد میرفت تو سلاخونه کار میکرد یا میرفت توی یعقوبی میرفت نجاری میکرد. طفل کشتیگیرهای ما همشون سنگینی سختی کشیدن و با وجود قهرمان بودن، با وجود نامدار بودن، با وجود مدال طلا آوردن، بهشون رسیدگی نمیشد اونطور که باید شد. الان که اوضاع خیلی بده. بله در حال یادم باشه یک مطلبی دارم از ورزشکاران اون حتما راجع به اونا صحبت کنم. به من میگم مثل این که ما به پایان برنامه‌مون نزدیک شدیم. مقام معظم رهبری توصیه کردن برای خروج از این بحران دعای توسل بخونیم. لطفا شما بخونید به نیابت از جانب ملت. ملت حوصله دعای توسل نداره. ملت چون میبینه تزویر حاکم شده با تزویر مبارزه میکنه، اهل این نیست. دولت چین هم تلویزیون محلیش از دستاوردهای موشکی سپاه پاسداران یه فیلم پخش کرده، گویا دونه دارن میپاشن بر ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته. علیرضا نوری‌زاده تا فردا که در خدمت دکتر آجودانی خواهیم بود، همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم.